نگاه و تفکر انسان به هر چیز نشونگر میزان شناخت و معرفت انسان به اونه. انسان بدون شناخت و معرفت نسبت به هر چیز نمیتونه ارتباط خوب و سازنده‌ای با اون برقرار کنه. و طبیعت، این مادر زیبای زمین، مظهر شکوه و زیبایی خداوند، چیزی است که انسان نیازی بزرگ به شناخت و معرفت به اون داره. طبیعتی که بدون اون هیچ انسانی زنده نخواهد بود. بیشک در ذهن بیشتر مردم دنیا، طبیعت در کوه و جنگل و رود و سبززاران تجلی می‌کند. اما خداوند که به هر چیز داناست، برای تکامل زمین و زندگی، طبیعت رو تنها در دریا و جنگل و کوهستان خلاصه نکرد. برای تکامل و بقای کوه و رود و جنگل، نیاز به بیابان بود. انسان‌های بیشماری با دیدن بیابان‌ها به وحشت افتادند و بدون مطالعه و شناخت اون، بیابان‌های زمین رو دشنام پست آفرینش نام نهادند. غافل از اینکه پروردگار بزرگ با دانایی و زیبایی و قانون تمام هستی رو آفرید و هیچ چیز در طبیعت بی حساب آفریده نشد. سلام، من جواد قارایی هستم، یه ایرانگرم. ایران رو کشوری منحصر به فرد میدونم و قراره در سفرهایی که به بهترین نقاط ایران دارم، زیبایی‌های کشور عزیزم رو به شما هدیه کنم. کشوری که با تمام وجودم به اون افتخار می‌کنم. سفر بزرگی در پیش داشتم. سفر به بیابانی بزرگ که در جنوب شرقی ایران، یعنی در مرز بین استان کرمان، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان قرار داره. اما این بار نه با پای پیاده. سفر ما به مرکز بیابان لوت بود، جایی در قلب زیبای ایران. متاسفانه ناچار بودم با خود رو سفر کنم، ولی همراهی دوستانی عاشق و متخصص به قلب یکی از زیباترین بیابانهای دنیا، وجود ناجور و ناهماهنگ خود رو در طبیعت رو کمی کم رنگتر میکرد. چرا که همراهانم در این سفر انسانهایی مسئول در برابر طبیعت بودند. سفر بسیار طولانی و سختی در پیش داشتیم و به این معنی بود که باید مسافران لوت افرادی حرفه‌ای با تجربه و سخت کوش باشند. بهمن ایزدی 59 سالشه و یه شیرازی درجه یکه. کارشناس محیط زیست و کارشناس ارشد مدیریت صنعتیه. رئیس هیئت مدیره کانون سبز فارس که در خصوص فرهنگسازی زیست محیطی و آموزش بوم شناختی کشور فعالیت داره. عکاس و طبیعتگرد خوبیه. محقق و پژوهشگر در رابطه با طبیعت ایرانه. عضو کمیته راهبردی ملی صندوق کمک‌های کوچک محیط زیست جهانی در سازمان عمران ملل متحده.
بهمن مسئول طرح مطالعاتی بوم شناختی بیابان لود به مدت 10 سال که منجر به شناسایی چرخه اکولوژی و گونه های جانوری جدید جهانی و همچنین چندین لند فرم جدید در لود شده است. ارائه مقالات و گزارشات علمی در بسیاری از همایش ها و کنفرانس های داخلی و خارجی و فعالیت های بسیار زیاد دیگه در زمینه طبیعت و فرهنگ سازی کشور در این رابطه در کارنامه طلایی بهمن ایزدی وجود داره. آی خدای من. علی اسلام 37 سالشه. مدیر و راهنمای تورهای ورودی طبیعت‌گردیه. مربی کوهنوردی، راهنمای تورهای رالی خودروهای دو دیفرانسیل ورودی و راهنمای تورهای تخصصی پرنده‌نگری، طبیعت‌گردی، فرهنگی و تاریخی. بچه‌ها یه مقدار سریع‌تر اگه بتونیم بیاین، ساعت 4 بعد می‌رسیدیم، الان 4:00. 20 کیلومتر هم هنوز فاصله داریم تا کمپ. عکاس خیلی خوبیه. مترجم و مدرس زبان تخصصی توریسم، ایران شناسی و اکوتوریسم. و تاکنون 2 گونه پرنده جدید در ایران رو شناسایی کرده. سامان شریفی 35 سالشه. مهندس برق و مربی اسکیه و در سال 2006 و 2007 در مسابقات آزاد ترکیه و ارمنستان برای ایران مقام آورد. 10 سال جهانگردی میکنه و به 90 شهر بزرگ دنیا در 30 کشور سفر کرده. اما بعدن متوجه میشه که ایران دنیای بزرگی برای سفره و دست از جهانگردی میکشه و 4 سالی که مشغول ایرانگردیه. البته گرون شدن بی حد دلار هم در این تصمیمش بی تأثیر نبود. علی مهرادنیا 34 سالشه و مهندس برق الکترونیکه. شغلش تولید ماشین‌آلات صنعتیه، اما یه جهانگرد و ایرانگرد حرفه‌ایه و استاد طراحی و برنامه‌ریزی سفرها با هزینه‌های بسیار کم. عکاس ماهر و تنبورنواز قهاریه. در زمینه علوم انسانی و تاریخی پژوهش‌های زیادی انجام داده و از هر فرصتی برای سفر استفاده می‌کنه. آرمان شاکری 33 سالشه و اهل کرمانه. کاردانی الکترونیک خونده و در زمینه گردشگری مسئولانه فعالیت میکنه. راننده بسیار ماهری در بیابونه و عضو کمیسیون گردشگری و کمیته آفرود و اکوتوریسم اتاق بازرگانی کرمانه. بهروز ابراهیمی 27 سالشه و اهل شهداده. یه مکانیک ماهر و صبوره که وجودش توی تیم برای رسیدگی و اطمینان از سلامت ماشین ها در طول سفر بسیار لازمه. اما دلیل حضور نفر بعدی گروه با دلیل حضور من و بچه های دیگه فرق داشت. مالک محمد نارویی یکی از مردان نیک قوم بزرگ بلوچ بود. ملک 34 سالشه و در شهر زاهدان زندگی میکنه. دلیل حضور ملک دیدن جایی که براش بسیار مهم بود، اما تا حالا موفق به دیدن اونجا نشده بود و در طول سفر خواهید فهمید که ملک برای دیدن چه چیزی با ما هم سفر شد. هدف از سفر ما به لوت در حقیقت دیدن اورست هرم‌های ماسه‌ای دنیا، یعنی بلندترین هرم ماسه بادی کره زمین بود که توسط دوست عزیزم بهمن ایزدی در اسفند سال 1393 شناسایی و ثبت شد. پیش از شناسایی بلندترین هرم ماسه بادی جهان در ایران، بلندترین هرم ماسه‌ای جهان در کشور چین با ارتفاع 300 متر به ثبت رسیده بود. اما بهمن ایزدی و همکارانش با تلاش و پژوهش 6 ساله تونسته بود رکورد بلندترین هرم ماسه‌ای دنیا رو با اختلاف بسیار زیادی در جهان تغییر بده. البته تا اونجا راه زیادی رو باید میپیمودیم. بنابراین تصمیم گرفتیم تا زیبایی‌های ناشناخته و متفاوت بیابان لوت رو که در مسیرمون وجود داشت ببینیم تا به شناخت و معرفت بیشتری نسبت به بیابان لوت و کشور عزیزمون برسیم. بعد از شهداد در مسیر لوت، در کمال ناباوری، در فضای خشک و بی‌آب، به جنگلی بر فراز تپه‌ها و تل‌های گیاهی و کم نظیر رسیدیم. پدیده‌های زیبا که مردم در مناطق مرکزی ایران به اونها شورمرو میگن و در بیابان‌های شرقی و جنوب شرقی ایران تله‌گز گفته میشه که بیشتر به این نام شناخته شده است. اما این آرزه در صحرای آفریقا نبکا نامیده میشه. عمر تله‌گزها به 100 سال میرسه و درخت میزبان این تله‌ها گز نام داره. در حقیقت این نبکای بسیار زیبا یا در حقیقت همون تله‌گز خیلی زیبا و بلندی که پشت سر من می‌بینید، بلندترین تله‌گزیه که تو کره زمین وجود داره، درسته بهمن جان؟ دقیقاً 10 متر و 40 سانتی این ارتفاعشه. البته منهای درخت، خود درخت 11 متر. از سر در واقع اون تلماسه تا اون پایین
10 متر و 40 ثانیه ارتفاع این هست. حالا چیزی که غیر از یعنی تله‌گزی که غیر از این چیزی که در ایران هست در جای دیگه در کشور دیگه هستش، اون بلندترین چقدر ارتفاعش؟ ارتفاع مختلفی داریم، ولی بلندترین ارتفاع توی صحرای العزیزه لیبی و صحرای آفریقا گزارش شده که حدود 9 متره. که اونا کوتاه‌تر از اون چیزی بله 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 کوتاه‌تر از اینا هست. هنگامی که طوفان‌های شن و ماسه از میون پوشش گیاهی این منطقه عبور می‌کنه، مقداری از خاک و ماسه رو که به همراه خودش مماس با سطح زمین در حرکت هستن، در اطراف گیاه به جا می‌گذاره. هنگام وزش باد، مقداری خاک و ماسه پس از برخورد با مانع گیاهی در پشت گونه گیاهی بر سطح زمین می‌مونه و به مرور زمان با رشد گیاه بر مقدار و حجم خاک و ماسه انباشته شده اضافه میشه. چون گیاه برای ادامه حیات خودش به وسیله ریشه ها از رطوبت لایه های زیرین خاک و منابع زیرزمینی آب استفاده می کنه، خاک اطراف بوته ها و درخت ها از رطوبت بیشتری برخورداره. این رطوبت نسبی باعث تثبیت خاک و ماسه اطراف گیاه میشه و البته دفن شدن بخشی از تنه و شاخ و برگ درخت باعث استحکام تل ماسه در اطراف گیاه میشه. هر یک از تل‌ها بسته به نوع پوشش گیاهیش نامگذاری شده و از طرف مردم محلی تل گز یا تل تاغ نامگذاری میشه. تل گزهای زیبا و بیمانند لوت در سال 1392 توسط بهمن ایزدی در فهرست آثار ملی طبیعی کشور قرار گرفت و خوشبختانه از اونها تا حدودی محافظت میشه. هدف از سفر ما به لوت در حقیقت دیدن اورست هرم‌های ماسه‌ای دنیا، یعنی بلندترین هرم ماسه بادی کره زمین بود که توسط دوست عزیزم بهمن ایزدی در اسفند سال 1393 شناسایی و ثبت شد. البته تا اونجا راه زیادی رو باید می‌پیمودیم. بنابراین تصمیم گرفتیم تا زیبایی‌های ناشناخته و متفاوت بیابان لوت رو که در مسیرمون وجود داشت ببینیم تا به شناخت و معرفت بیشتری نسبت به بیابان لوت و کشور عزیزمون برسیم. از پارک جنگلی نبکاها گذشتیم و بعد از پیمایش یه مسیر طولانی به جاذبه زیبای دیگه از لوت رسیدیم، جایی که تاریخ چند میلیون سالش فرش زیبایی بر روی خاکش گسترده. تپه گندم‌بریان با ارتفاع 483 متر از سطح دریاهای آزاد شگفت‌انگیزترین لندفرم‌های موقعیت آتشفشانی لوت رو به نمایش گذاشته. سطح این تپه که حدود 200 کیلومتر مربع وسعت داره پوشیده از سنگ‌های درشت و ریز بازالتی سیاه رنگ و نشون دهنده فعالیت آتشفشان‌های لوت در دوره کواترنری، یعنی حدود 2,700,000 سال پیشه و هنوز 3 دهانه از آتشفشان‌ها در شمال گندم‌بریان هویداست. خاک‌های سبک که بیشترشون خاکسترهای آتشفشانی دیرینه هستند، سطح منطقه گندم‌بریان رو پوشونده بودن و به همین دلیل که هر کسی به اینجا پا بگذاره، پاهاش حتی تا عمق 10 سانتی متری خاک سبکش فرو میره. خاکی شبیه به پودر خاکستر. و من روی این عرضه که تمامش حالا سنگ های سیاه پوشونده، این قسمت هایی که خیلی سفیدن اینا چیه جنسش؟ آهکه یا چیزیه؟ نه اینا آهک نیست. چیه دقیقا؟ شبیه برفی مونه؟ بله نه نه اینا نمک شوره زمینه. شما ببین بزن به دهنت بیا اینجا شد. نه مریض نمک مثل زهرمار اینا نمکه. وقتی که یه رگبار توی لوت میزنه
بعد رطوبت ایجاد میکنه به دلیل دمای زیاد و شدت تبخیر. نمکایی که توی سطح توی خاک است، بافت خاک است، میاد بالا سطح خاک خودشو نشون میده. بعد رفته رفته دوباره به چیز میشن در واقع بر اثر شدت دما. آره تو بارندگی از بمیرن اینا نمک‌ها؟ تو بارندگی نه، معمولا شسته نمیشن. نه 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 شسته نمیشون. در واقع خود آلیاژ خاکی که اینجا هست پر از نمک. بله بافتایی که توش هست پر از نمک. گندم بریان جای خاص و زیبایی بود، اما زیباتر از اون وجود ستون‌ها و پیکره‌های عجیبی بود که بیشتر شبیه به درخت بودند. ستون‌هایی که بر روی سطح همه اونها یک سنگ سیاه بازالتی قرار گرفته بود و مانند عایق عمل می‌کرد. در واقع این ستون‌های عجیب جزی از لندفرم‌های کم نظیر مناطق بیابونی دنیاست که خوشبختانه در لوت عزیز ایران هم وجود داره. اما متاسفانه برخی گردشگران نامسئول و ناآگاه تعدادی از اونها رو خراب کردن و یا برای اینکه عکس بگیرن روی ستونهای کوتاه میرن و باعث تخریب اونها میشن، غافل از اینکه این ستونها بخشی از سرمایه های بسیار با ارزش لوت و طبیعت ایران و جهانه و باید اونها رو برای خود و آیندگانمون حفظ کنیم. اینجا دشت گندم بریان در حقیقت؟ ببین دشت که نه دیگه، اینجا دشت نیست، جست رو در واقع کوپایه‌های دشت بالایی هست. بله کفه های دامنه چسب دامنه شیپ ها و ارتفاع هست. بله این دامنه تپه آتش فشانی گندم بریونه و که... این چیه که اینقدر زیباست؟ از من خیلی زیاد دیدم این اطراف. اول که خود تپه آتش فشانی گندم بریون یا ریگ سوخته، اسم قدیمیش ریگ سوخته بوده، بعد حالا به دلایلی که بماند شد گندم بریون. در واقع یک پدیده یا عارضه زمین شناسی است که مربوط به 2,700,000 سال پیش است، یعنی برمیگرده به دوره کواترنر. بیشترین عاملی که موجب میشه این پدیده ها به وجود میان فرسایش بادیه. بادای خیلی شدید میاد و شروع میکنه در واقع اطراف اینا خاکهای نرمتر رو به روبیدن و جارو کردن و بردن. اینجا در واقع محل برداشته. اما جاهایی که بافت روسی و مارنی در واقع خیلی محکمی داشته در برابر شدت باد چیه مقاومت می‌کنه. هوا عالیه. الان تقریبا وسط های زمستون سال 94 ایم و الان توی تهران و خیلی جاهای دیگه هوا برف و بارونه و بسیار بسیار سرده، اما اینجا وسط ظهر توی قسمت گندم بریان بیابان زیبای لوت هوا اینقدر مطبوع و حتی بعضی وقتا خیلی گرم میشه و این خاصیت لوته که همیشه این آفتاب مطبوع و زیبا رو و خیلی گرم رو که خیلی حیاتی البته به همه رهگذراش هدیه میده. اما یادتون باشه توی تابستون این هدیه دیگه واقعا یه هدیه وحشتناک میشه، چون اینقدر گرم میشه که نمیشه طاقت آورد. البته بعضی وقتا تو خود زمستون هم نمیشه طاقت آورد و من الان تقریبا خیلی عرق کردم و خیلی گرم هوا. داریم میریم به سمت بالای قسمت گندم بریان، یه دشت خیلی صاف و زیبا هست اون بالا. Thank you.
نقطه دقیقاً نقطه اتصال سنگ‌های آتشفشانی که مربوط به 2,700,000 سال پیش میشه. بالای این منطقه‌ای که ما داریم الان بهش میرسیم و از سمت پایین به بالا رو پیمایش کردیم، تقریباً 2 دهانه بزرگ آتشفشانی وجود داره که در 2,700,000 سال پیش فعال بوده و تمام این سطح سیاهی که میبینید بازمانده همون سنگ‌های آتشفشانیه و این نقطه نقطه اتصال اونجا به منطقه پایینه و پشت سر من تقریباً حوزه کال شور هستش و راه زیادی به اون بالا نمونده دیگه. ارتفاع تپه گندم بریان که نام قدیمش ریگ سوخته بوده حدود 483 متر از سطح دریاهای آزاده و این تپه شگفت‌انگیز یکی از بی‌نظیرترین زمین پیکره‌های بیابان لوت به حساب میاد. سطح این تپه حدود 200 کیلومتر مربع و پوشیده از سنگ‌های سیاه آتشفشانیه. خب جواد جان، اینم تپه گندم بریون که بله اقدر اشتیاقش داشتی بله. کی میرسیم؟ من خواهم ببینم فلان اینه باش میبینید؟ خیلی قشنگه. ببینید وقتی که در واقع آتش فشان ها اینجا فعال بودن حدود دوران کواترنر 2,700,000 سال پیش، سطح بالای فوقانی این تپه گندم بریون پوشیده کردن از سنگای ریز و درشت سیاه رنگ آتش فشانی. خب وقتی اینجا نگاه میکنی این در واقع شیک پیکره با ذهن آدمی مقدار غریبه، دوره. دقیقاً. هر کسی اینجا میاد فکر میکنه که در یک محیط خارج از کره زمین قرار گرفته. یه سیاره یا توی دقیقاً. یه کره دیگه. شما نگاه این فرو رفتگی ها، نمیدونم ناهمواری ها، بعضی ها یه صافی های خیلی ملایمی که اصلا تا حالا من همچین سطحی توی کره زمین ندیده بودم. یعنی هیچ جایی که قدم زدم توی عمرم هیچ وقت همچین سطحی ندیدم که صاف باشه و توش یه عالمه پر از سنگ‌های مشکی تقریباً حالا مالا چقدر 2,700,000 سال پیش در دوران از نظر علوم زمین دوران کواترنر بهش میگن که آتش فشان این منطقه حدود 40 دهانه آتش فشان شناسایی شده که نزدیکترینش به اینجا چقدر فاصله داره؟ نزدیکترین تقریبا حدود 40 کیلومتر به سمت شمال که ما بریم، در شمال تپه گندم بریون بین مرغاب کوه که در واقع کوه در واقع معروفی است و در واقع خود تپه اصلی گندم بریون، اونجا ما 3 دهانه آتش فشان داریم که تقریبا تحت فرسایش قرار نگرفته، کاملا شکلش مشخص. کوزه گوشکاله و قراره که یه لندفور به خیلی زیبایی رو بعد از اینجا ببینیم. علی چقدر فاصله داریم تا لوکیشن بعدیمون؟ تنگرمی رو خوشیم 25 کیلومتر دیگه تو راه هستیم تقریبا تا برسیم به اون لوکیشنی که مد نظرم. ولی خب مسیرش خیلی ناهموار بود اینجا و شیب خیلی تندی داشت.
پس از یه پیمایش نسبتاً طولانی و گاهی خطرناک در روز چهارم از دشت گوشکال عبور کردیم و به جایی در لوت رسیدیم که اگر کسی در مورد بیابان اطلاعات و تجربه خیلی خوبی نداشته باشه، وجود این عارضه در لوت براش خیلی عجیب بود. جریان روان آب‌های ارتفاعات شمال شرق و شرق بیابان لوت دره‌ای در سه شاخه پدیدار کرده بود که نیاکان ما اون رو خشک‌روی نام نهادند. بهمن، این دره اسمش خشک‌روده یا بهتر بگم تنگ خشک‌رود، ولی من اینجا هیچ رودی نمی‌بینم، سراسر خشکیه. برای چی دارم بهش میگن دره خشک‌رود که نام قدیمیشه؟ ببینید، در کشورمون به ویژه در مناطق خشک به مسیل‌هایی مثل در واقع همین تنگ خشک‌رود ما که سیلاب‌های فصلی و مقطعی رو از خودشون عبور میدن بهشون میگن خشک‌رود. یعنی اینا، این خشک‌رودا آبی ندارن همیشه، مثل گاهی رودی مقطع میشه، مثل رودخونه‌های دیگه، ولی یه دفعه یه رگبار شدیدی و بارندگی خیلی زیادی در ارتفاعات بالادست میشه و تمام این روان‌آبا از مخروط افکن‌های مختلف حرکت میکنن و میان در واقع توی این گالی‌ها یا توی این تنگ‌ها حرکت میکنن میرن. به همین دلیل به این تنگ مردم در واقع حواشی لوت میگن خشک‌رود یا خشک‌رود. و این جالب اینه که بدون این یک نام بسیار کهن قدیمیه و این خشک‌رود در اکثر سفرنامه ها، کتاب های جغرافیدانان عرب که مربوط میشه به قرن سوم و چهارم هجری و سایر مستشرقینی که از لوت رد شدن، این نام خشک‌رود یا خشک‌رود اومده. دیدن خشک‌رود از بالا فوق‌العاده بود، اما تصمیم داشتم تا داخل دره پیمایش داشته باشیم. اما قبل از هر چیزی یه صبحانه مفصل خوردیم تا با انرژی بیشتری حرکت کنیم. شیبش واقعا تند اینجا و خیلی باید با احتیاط بریم پایین، چون امکان داره هر جا صفر بشه و از حالت شنسکی در بیاد و یه پا سیفتر تا معلق برسیم به اون پایین که خیلی هم بیدون نتر. دو تا پله داره، خب پله لبش صفره، تو اگه بری روش پرتت میکنه، باید بپری اگه اون ورش روش چند نتونی خودتو نگه داری صفر پاشه دیگه رفت. نه خطرناکه، بدش بریم از اون سمت. از همون سمت اصلا نمیشه رفت، با این تو پیفیه واسه نیست. نه تو پیفیه سمیه که رد میشه، واسه نیست، همینطوریه. راهی که انتخاب کردیم خیلی زیبا و پرهیجان به نظر میرسید، اما از یه جا به بعد احساس خطر میکردم. راه خوبی رو برای این کار انتخاب نکرده بودیم و میتونست حادثه آفرین باشه. اولویت برای من در هر سفر سلامت و امنیت افراد گروه بود، برای همین ریسک نکردیم و زود برگشتیم تا از چند کیلومتر جلوتر وارد دره بشیم. طول این از دغ گمستان تا پس‌ترین نقطه چاله مرکزی که روان آب‌ها اونجا در واقع به عرصه‌های نمکی وای میسن و تبدیل میشن 65 کیلومتره. 65 کیلومتر دره؟ بله. با همین عمق؟ نه، الان اینجایی که ما هستیم ارتفاع ترانشه‌ها یعنی دیوارهای جانبی این تنگ حدود 60 متره، ولی هرچی به سمت شمال میریم در واقع چون شیب در واقع زمین رو به بالا شمال بیشتر هست، خب چی میشه؟ ارتفاع دیواره هامون کمتر میشه و پایین تر که میریم اصلا دیگه بعد از اینکه از دهانه تنگ خشک‌رود رد میشه تبدیل میشه به عرصه‌های بسیار پهنی که در دل دشت و تپه‌ها مسیر خودش به سمت چاله مرکزی ادامه میده. عمرش چقدر این دره تقریبا؟ عمر اینا در واقع به نظر میرسه که برمیگرده به تشکیل سازندهای لوت که مربوط به دوران مرطوب بین دوره یخبندان اول و دوم هست. تقریبا چند سال؟ در واقع حدود 12,000 سال پیش.
بیابان لوت با وسعتی حدود 80,000 کیلومتر مربع از شمال به سمت جنوب به سه بخش شمالی، مرکزی و جنوبی تقسیم میشه و حدود 5% از خاک ایران رو در بر گرفته. وسعتی بالغ بر 5 کشور کوچک اروپایی و هر بخش ضمن داشتن ارتباطی هماهنگ در زمینه طبیعی و بومشناسی از موقعیت خاصی به لحاظ گوناگونی ویژگی‌های طبیعی برخورداره. در بیابان لوت شمالی تنها رود طولانی سرزمین لوت به نام کالشور با طول حدود 300 کیلومتر جریان داره و دق گمستان، مرغاب کوه، خشک رود، دهانه های آتش فشانی و تپه آتش فشانی ریگ سوخته یا همون گندم بریان از شاخصه های طبیعی و جذاب لوت شمالی به حساب میاد. لوت به معنای برهنه، اوریان و همریشه با واژگان لخت و رت هست. این اسم به دلیل کمبود پوشش گیاهی در ناحیه لوت به این سرزمین اطلاق شده که تا حد زیادی اوریان از پوشش گیاهی و جانوری و خاکمون عمدتاً برهنه و لوته. بعد از پیمایش بخشی از تنگ به جایی رسیدیم که برای همه ما بسیار ناراحت کننده بود. جایی از تنگ خوشرود که از روز 11/10/1392 تنگ امیر نامگذاری شد. به یاد هموطن جوان و عاشقی که در اینجا دوچار حادثه شد و برای همیشه از میون عاشقان طبیعت ایران عزیز رفت. اما امیر عزیز تنها کسی نبود که در لوت زیبا جونش رو از دست داده بود. حمید هاشمی یکی دیگه از طبیعتگردانی بود که متاسفانه در بهار سال 1393 با مین برخورد کرد و از دنیا رفت. دیدن این صحنه و تجسم اون لحظه های تلخی که برای امیر و حمید و همراهان این دو طبیعتگرد اتفاق افتاده بود، من و افراد گروه هم رو بسیار تحت تاثیر قرار داد. تحولات زمین ساختی طی میلیون ها سال پیش وضعیتی رو در لوت رقم زد که این بیابان پر رمز و راز در صدر گرمترین و خشکترین نقاط کره زمین قرار بگیره و به این شکل پیکره های طبیعی بسیار متنوع در این سرزمین تشکیل شد که حتی تصور زیبایی و تنوع اون در تخیل هیچ نقاش چیره دستی نمی گنجه. ترانشه ها و فرو رفتگی ها که اطراف تنگ خوشرود هستن نمایشگاهی بسیار زیبا از رسوب گذاری در طی دوران های مختلف زمینشناسیه که به واسطه مطالعات دقیق اونها میشه به تاریخ زمینشناسی لوت پی برد. این چند خاکی شده، باد داره زیاد میشه، همه جا داره خاک بلند میشه و وقتی که توی بیابون خاک بلند میشه چشای آدم خیلی اذیت میشه. اون اینا که منو لطفاً بده. من یه اینا که اسکی خوب آوردم که اینجا توی شن و ماسه خیلی خوب استفاده میشه که ازش و دیگه هیچ خاک و شن و ماسه چش آدم نمیره و راحت آدم میتونه به راهش ادامه بده. اما بدون این اصلا غیر ممکنه توی طوفان شن توی بیابون آدم بتونه حرکت بکنه. هوا رو به تاریکی بود و کم کم باد شدیدتر میشد و طوفان شن هر لحظه به ما نزدیکتر میشد. بنابراین تصمیم گرفتیم تا هر چه زودتر از دره خارج بشیم. We'll be right back.
شب رو در میون راه چادر زدیم و صبح خیلی زود برای تماشای هدف بعدی به راهمون ادامه دادیم. خیلی ها به بیابان لوت کویر لوت میگن، اما این درست نیست. لوت در حقیقت بیابانی بزرگه که در مناطقی از اون کویرهایی وجود داره که به دلیل خاک بسیار شورش هیچ گیاهی امکان رویش در اونجا پیدا نمی کنه و کمتر جانداری میتونه در اون زندگی کنه. بیابان از دو واژه بی و آبان تشکیل شده و به معنی جای بی آبه. جالب اینجاست که در تعریف علمی هم بیابان به جایی گفته میشه که میزان تبخیر سالانه آب در اونجا بیش از نزولات جویش باشه، یعنی جایی که خرج آبش از دخل آبش بیشتره، پس جایی که فقر آبی داره و بی آب. بنابراین میبینیم که نیاکان ما چه دقیق و حکیمانه نامها و اصطلاحات اقلیمی رو خلق میکردن. بی آبان. بین اصطلاح کویر و بیابان تفاوت زیادی وجود داره. بیابان منطقه‌ای کم آبه، اما از لحاظ داشتن مواد عالی برای کشاورزی و دامپروری ظرفیت بسیار بالایی داره. اما کویر منطقه‌ایه که زندگی کمی در اون جریان داره. درجه شوری اون بسیار بالاست و اگر درصد نمک کمتر از 3% باشه، گیاهان شورپسند میتونن در اون رویش داشته باشن، وگرنه هیچ گیاهی تحمل رویش در اونجا رو نداره. در دل بیابان و انتهای حوزه آبخیز به علت فشار آب در سطوح پایین زمین، نمک به سطح زمین نزدیک میشه و موجب خشکی شدید خاک میشه و اون رو تبدیل به خاکی سرشار از نمک میکنه. کویرها معمولاً سطح صافی دارن، اما بیابانها سطوح مختلفی دارن. آب بسیار کمی در اونها یافت میشه و به همین خاطر گیاهان کمی میشه در بیابان دید، هرچند خاک مرغوبی داره. در بیابان به خاطر نبود رطوبت، خاک و شن و ماسه ها به راحتی جابجا میشه. اما در کویر به خاطر وجود رطوبت بالا، خاک و نمک کمتری جابجا میشه. بنابراین لوت بیابانیه که در اون کویرهای بسیار زیادی وجود داره. راه زیادی رو پیمایش کردیم و همه حسابی گرسنه بودیم. بنابراین کنار یه تپه کوچیک ایستادیم تا صبحانه بخوریم. البته صبحانه و ناهارمون رو یکی کردیم چون وقت زیادی نداشتیم. گوجه بر هر درد بیدرمان دواست، گوجه خور بر چهرهش نور خداست. بعد از خوردن یه خوراک سبک کنار همون تپه ساده، بهمن برای ذهن جستجوگر من هدیه ای داشت. تپه پوست پیازی. این تپه هایی که به شکل دایره شکل میبینید در حقیقت سنگ های آذرینی هستن که متعلق به میلیون ها سال پیشن و در حقیقت باده که اینها رو به این شکل گنبدی در آورده. خیلی زیباست. اما بهمن این لایه های خیلی نازایی که روی اینا به وجود اومده یه چیز شبیه پوست پیاز میمونه. اینا چیه؟ اصلا چرا به این شکل به وجود اومده؟ باد که این کارو نکرده. دقیقاً همینه. این در واقع سنگایی است که هوازده شدن. از نظر علوم زمین بهش میگن سنگای هوازده و هوازده پوست پیازی. بله، این به دلیل این که اختلاف دما در لوت خیلی شدید و بالاست. بیشترین اختلاف دما تا حالا چقدر بوده؟ تغییر اختلاف دام حدود 35. ببینید ما مثلا تابستون کی بودم، دو سه سال پیش سمت منطقه گندم بریون بودیم، صبح ساعت 5 دما رسید به 32 درجه بالای صفر. ولی شبش بعد ظهر شد 63 درجه. وای خدای من. توجه میکنید چقدر تقریبا یه چیز حدود 30 درجه اختلاف دما است. و این اختلاف دما موجب میشه که این عمل در واقع هوازدگی روی این سنگ ها انجام بشه و ورقه ورقه جدا بشن از در واقع اون بافت اصلی و به این شکل خب خیلی زیبا و چشمگیرم هست در بیاد. تا
تپه پوسپیازی رو برای دیدن هدف بعدی در مسیری گرم و طولانی ترک کردیم. سفر به سمت اورست هرم‌های ماسه‌بادی دنیا در لوت به زیباترین شکل ادامه داشت و در مسیرمون قرار بود تا از چاله مهمی بازدید کنیم. بکشم امتونو بکنم که توی همچه یابون برموتی تو رودخونه داشته باشه، آب وجود داشته باشه. دقیقا همینطوره، ما حدود 5 سال پیش که اومدیم و اینجا رو شناسایی کردیم خودمونم متعجب شدیم، موندیم مگه میشه یه چشمه باشه توی لود، یه سرزمین بسیار خشک و گرم و آب. و جالب اینه که تو اینا جونور زندگی بکنه اینجا. بله بله، 5 واریت عنکبوت اندمیک لود هست و به نظر میاد بعضی از اینا در واقع یه گونه جدید باشن، توی آبای بسیار شور زندگی میکنن و حتی یه قابال کوچولو از توی اینا زندگی میکنه. و جالب اینه که تو این آبی که ما تصورش هم نمی‌کنیم که بزنیم به زبانمون بره. من فکر می‌کنم خیلی جون برا دارن راحت زندگی می‌کنن. به چه نامی اینجا نامگذاری شده این رود؟ ببین اینجا نامی نداشت. در واقع بیشتر اسامی که توی برنامه تحقیقاتون توی لود ما لحاظ می‌کنیم وضعیت ژئومورفولوژی منطقه رو در نظر می‌گیریم. درسته. به همین دلیل ما اینجا رو اسمش گذاشتیم چشمه. اینجا مصب رود هست، اینجا چشمه و اینم رود. چشمه رود در حقیقت همینجاست. بله، چشمه لوت و کال لوت. کال در مناطق خوش بیابانی کشور بله. مثل این دوبر لود به رودخونه مردم میگن کال. به احترام در واقع همون باورهای بومی ما هم در واقع از کلمه کال استفاده و شد کال لود. بسیاری از محققین از مکان دقیق چاله مرکزی لوت بی اطلاعند. چاله مرکزی یکی از مهمترین حوزه های هیدرولوژیک یا همون آبشناسی بیابان لوت واقع در شمال لوت مرکزیه. این چاله 900 کیلومتر مربع وسعت داره و شیب تمام اراضی لوت شمالی و بخش وسیعی از لوت مرکزی به ویژه مناطق شمال شرقی و شرقی لوت در چاله مرکزی ختم میشه. بخش زیادی از سهم 16% آبخیزهای زهکش داخلی ایران در لوت به چاله مرکزی اختصاص داره. به همین خاطر فاضلاب‌های زیرزمینی ارتفاعات پیرامون لوت رو به سمت خودش سوق میده و این موضوع باعث شده که سطح ایستایی آب‌های زیرزمینی در چاله مرکزی در عمق 40 سانتی متری باشه. یعنی همه آب‌های اطراف در بخشی بزرگ از لوت در نهایت به اینجا میرسه و اگر زمین رو فقط به اندازه 2 وجب بکنیم به آب میرسیم. اما این آب سرشار از املاح و نمکه.
به همین خاطر هیچ گیاهی نمیتونه اینجا رشد و زندگی کنه. حتی گاهی آب مثل چشمه از سطح خاک بیرون میزنه، اما چشمه ای که با خوردن آبش به استقبال مرگ خواهد رفت. ما الان در عمیق‌ترین نقطه منطقه چاله مرکزی لوت هستیم و به یه جایی خیلی خیلی عجیب و غریب رسیدیم. اینجا هزاران هزار پرنده، البته توی مساحت خیلی بزرگی اجسادشون هست، البته خوش شدن، فقط استخونه و پرشون مونده و اینجا همینجوری رها شدن، انگار که کسی اومده اینا رو کاشته، اما به صورت طبیعی اینا مردن اینجا. بهمن وضعیت اینا به چه صورت بوده؟ کی مردن؟ اصلا چرا مردن اینجا؟ اصلا اینجا چیکار میکردن؟ اینجا نه غذایی هست، نه آبی وجود داره. در زمانی که ارتفاعات اطراف خراسان جنوبی، ارتفاعات غربی بیابان لوت، مثل در واقع پروار و دربند و تا بره بالا بخوره به حتی نایبند در شمال، سیلابای مهیب میاد و موجب میشه که کالشور و خوشرود که دو تا مسیل عمده است که آبهایشون در واقع میاد به نقطه های انتهای چاله مرکزی، در اون سالا آبها میان در واقع این گودهای محدب این قسمت رو، من جمله اینجا رو که در کویر سرکفتری رو در بر میگیرن و در واقع وقتی اینجا دارای آب میشه، پرنده های مهاجری که دارن رد میشن میرن، بعد میگن اه چقدر جای خوبی هست، آب هست و بریم استراحت کنیم، حتما آب هست، غذا هم هست، تنی هم به آب، بله بله تنی به آب بزنیم، میان پایین و در واقع از لای و نی و این چیزا که روی آب با سیل اومده تو این قسمت تو اینا جستجو میکنن. خب خانه ها از آب بسیار شور این منطقه رو به همین شکل میخورن و بعد مواجه میشن به فقدان منابع غذایی در اینجا و گرمای منطقه، یعنی سری بدنشون تحلیل میره، از بین میرن. و ما فکر میکنیم که این اتفاقی که اینجا افتاده که هزاران پرنده در لایه های محدب این حوضچه ها از بین رفتن مربوط میشه به سیل سال 1350 که ارتفاعات غربی لوت و اطراف لوت رو در بر گرفت و آب رو به این نقطه هدایت کرد و این پرنده‌ها به همون دلایلی که عرض کردم خدمتتون اسیر شدن و آخرین پروازشون به سرزمین خشک و گرم لوت ختم شد. پیکر این پرنده های زیبا به وسیله قرار گرفتن شنهایی که سرشار از نمک و گچ بود، رفته رفته تبدیل به تندیس‌های گلی و نمکی شده بود، جوری که انگار اثر دستان کوزه‌گری خبره هستند و هزاران ساله که روی زمین چیده شدند. چاله مرکزی در حقیقت یکی از کبیرهای بیابان لوت به حساب می‌آید و به جز منظره غم‌انگیز قبرستان پرنده های مهاجر و خاک و نمک و تپه‌های معمولی چیزی ندید، اما همین کبیرها از زاویه ای دیگه میتونه اونقدر زیبا باشه که در تخیل هیچ انسانی نمیگنجه. خداوند حتی در جایی که قطری از آب شیرین وجود نداره و میون خاک زهراگینش رودی آتشین از نمک جاری کرده، مناظری بسیار زیبا آفرید. شورترین و بزرگترین بیابان ایران کویر مرکزیه که به شورزار بیشتر شباهت داره تا بیابان، اما همین بیابان بسیار شور که در اون جوی و رودخانه ها و باتلاق های نمکی بسیار زیادی قرار داره، از بالا یعنی از آسمون اونقدر زیباست که باور کردنش مشکله. البته نمای بی نظیری که از کویر مرکزی مد نظرمه فقط از ارتفاع بسیار بالا دیده میشه. همیشه فکر میکردم رنگ خاک و زمینهای بیابانها همون جوریه که توی فیلمها نشونمون دادن، صاف، یک دست و تک رنگ. اما عکسی که سازمان فضایی ناسا از کویر مرکزی ایران در سال 2000 گرفت، چیزی بیش از تصور زیبابین من از طبیعت بیابانها بود. منظره‌ای که جز معجزه زیبای آفرینش چیز دیگه‌ای نمیتونه باشه. تصویری که از تمام طرح‌های ابر و باد بر روی کاغذ زیباتر. هوا به شدت گرم بود و اجازه نمی‌داد که بیش از این به کنکاش خودم ادامه بدم.
بهمن در این سفر هم دست از تحقیقاتش بر نداشته بود و قبل از ترک چاله مرکزی قرار بود تا بخشی از آزمایشات پژوهشی خودش رو اجرا کنه و هدفش قرار دادن دماسنجی مخصوص در منطقه بود. ما متاسفانه در حوزه داخلی لوت با توجه به اینکه گرمترین نقطه سطح کره زمین تا الان توی لوت بوده هیچ گونه ایستگاه هواسنجی بازسنجی نداریم و ما مجبوریم که برای اینکه برسیم به اطلاعات دقیقی برای گزارشاتمون از این دستگاه استفاده کنیم. بله، سفرهای خیلی زیادی داشته باشید که بخواید این کار انجام بدید. دقیقاً ببینید این طوری است که باد و هوا که اینجا رد میشه دما رو میده و بعد ما اینا رو که بردیم USB رو میذاریم توی کامپیوتر و تمام داده های دقیق به دقیق در طول مثلا 10 ماه میتونیم کنترل بکنیم. بله، من باید این یه جور بذارم که باد از این در واقع این حفره ها بیاد رد شه، بره جریان داشته باشه، عبور بکنه و خوشبختانه اینجا جای خوبیه به طور طبیعی و بادم رد میشه و تو سایه هم هست. وجود بهمن در این سفر به عنوان محققی برجسته فرصت بزرگی برای من و افراد گروه بود تا چیزهای زیادی در مورد طبیعت زیبا و با ارزش کشورمون بیاموزیم. طبیعتی که از هر زاویه و در هر ساعت از روز منظری جدید و بی‌مانند به رخ می‌کشید. اینو بهش میگن کبیر پف کرده. در واقع اینجا وقتی که سطح پر از املاح نمکی این خاک ها به وسیله شدت دما تبخیر میشه و خوش میشه، سطح زمین خودشو بلند میکنه و میاد بالا و سطح روی از لایه زیری خود جدا میکنه، پف میکنه. اما یه مقدار اون ورتر که بریم، چون در واقع هنوز وضعیت رطوبت بالا هست، اینا نمک، وضعیت رطوبت بالا هست، این پولیگونا به وجود میاد. الان اینجا خیسه اینا رو بهش میگن پولیگون، شبیه لونه زنبوری. آره مثل لونه زنبور، این شیزلیا چنزلیا بهش میگن پولیگون. و داستانش هم اینه که در واقع وقتی که بر سطح پر املاح نمکی این زمینا خب بارون میاد و رطوبت میاد و بعد بر اثر شدت دما تبخیر میشن، این سطح شروع میکنه به در واقع خوش شدن و صفر شدن. درسته. و این موجب میشه که سطح زیرین خیس خاک چی بشه؟ به اونجا در واقع دما کمتری برسه. ولی باز همین شدت دما که از سطح این به اون زیر منتقل میشه، شروع میکنه در واقع اون در واقع گلهای لجنی که پر از املاح نمکی است، شروع میکنه به تبخیر شدن، بخار کردن و میخواد بزنه بیرون از لایه‌های در واقع سستر این سطح گلی به صورت چنزلیا و شکل‌های مختلف. بله فشار، دقیقاً اون فشاری که میزنه خودشو بیرون و در واقع این عرصه‌های بسیار زیبا و چشم‌اندازهای خیلی خوب رو به وجود میاره که ما به اینا میگیم کویر، که فرق بیابون کویر که بعضی ها در واقع اینجا مشخص میشه، اینجا مشخص که خود بیابون لوت پر از کویره، اما لوت کویر نیست، یه بیابونه. دقیقاً کویر یکی از رخسارهای بیابونه، یکی از عوارض طبیعی بیابانه. من یک کوچولو کویر به کویر به جای میگن که مثلا اینجا بله. حوزه ها و چاله های مسطح فرو بسته که املاح نمکی زیادی داشته باشن و موجب بشه که هیچ گیاهی هم رشد نکنه. رانندگی و نشستن در ماشین به مدت طولانی در مسیری ناهموار خسته کننده بود، اما تنها چیزی که خستگی افراد گروه رو از بین می برد مناظر زیبایی بود که لوت در پیمایش هر کیلومتر جلوه‌ای از اون زیبایی ها رو به ما هدیه می کرد. کم کم به حاشیه کلوت‌های شرقی حوزه داخلی لوت نزدیک می‌شدیم و به دلیل قرار گرفتن در فصل زمستون هوا به سرعت تاریک می‌شد. دمای هوا 5 درجه زیر صفر بود و بچه‌ها واقعاً خسته بودن. همه این دلایل باعث می‌شد که هر شب خیلی زود همه به خواب فرو برن. Thank you.
صبح خیلی زود همه بیدار شدیم و هر کسی به وظیفه خودش آگاه بود. هر روز صبح راننده ها به سرویس خودروی خودشون میپرداختن و همه چیز رو خوب چک میکردن، چرا که شلختگی و عدم نگهداری درست هر خودرو تمام تیم و سفر رو به چالشی جدی میکشه و میتونه واقعا خطرناک باشه. از محاسن تیم حرفه‌ای همینه که آدما خودشون میدونن کجا باید چه کاری رو انجام بدن و خیلی خوب زمان‌بندی میکنن. افراد دیگه هم مشغول جمع و جور کردن کمپ و زباله ها میشدن و با نظم بسیار خوبی که لازمه یه هر سفره کار به زیباترین شکل پیش میرفت. اینجا دیگه یه جاییه که واقعا قدر آب باید دونست و این آب، این شیلنگ اگر باز بکنم آب زیادی ازش میاد، ولی فکر بکنم مثلا هر بچه‌ها که دستوراتش رو میسونن با یه استکان یا نهایتش یه لیوان دستوراتشون رو میشورن و نمیتونیم آب خیلی زیادی به خودمون هم بکنیم، هم حجمش زیاده هم وزنش و همی که خب برای اینکه بتونیم 10 12 روز 15 روز 20 روز هر چقدر که قرار سفر بشه آب بهمون برسه و کم نیاد خیلی خیلی صرفه‌جویی بکنیم. یعنی اینجا واقعا آدم قدر آبو خیلی خوب میدونه و خوب میتونه که چطور باید ازش استفاده بکنه و صرفه‌جویی بکنه. یه کاش قبل از اینکه همه ما آدم‌ها به یک همچین جایی برسیم تو زندگیمون که دیگه آبی نداشته باشیم برای صرفه‌جویی، قبل از اینکه اون اتفاق بد بیفته آب رو صرفه‌جویی بکنیم تو همه جا و مدیریتش بکنیم. اینجا همه بچه‌ها قدر آب خوب میدونن. با ایرانگرد در سفر آینده خواهید دید. کشکه باید سر بکنیم ببینیم دوبینیم چی کار بکنیم. فکرشو میتونه بکنه که بیابانی به این بی آب و علفی انقدر میتونه زیبا و جذاب باشه؟